این روزها شاهد اعتراضات اقشار مختلف مردم علیه غارت سرمایه‌شون توسط شرکت رضایت خودرو در شهرهای مختلف هستیم. در این قسمت همراه میشیم با آقای نوید کریمی تا نگاهی داشته باشیم به این اعتراضات. سلام کنم خدمت شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. منم سلام میفرستم و درود به شما و هموطنان عزیز. بله، لطفاً توضیح بدید که ابعاد این اعتراضات مال باختگان شرکت رضایت خودرو به چه صورته و همطور خواسته‌ها و شعاراشون چیه؟ من قبل از اینکه در واقع به خواستاشون بپردازم، خوبه که یک تاریخچه از این شرکت بگم که همتانان عزیزم بیشتر در جریان باشن. بله بفهمید. در واقع این شرکت رضایت خودرو زیر مجموعه هولدینگی هست به اسم ریحان تاک که تو تاکستان قزوین احداث شده و تأسیس شده. حالا این شرکت مال فردی هست، در واقع مدیر عاملش فردی هست به اسم محمد رضا قفاری که پشت خیلی سنگین حکومتی داره تا بیت خامنه ای، یعنی در واقع سپاه پاسداران پشت این هولدینگ هست. و کما اینکه شرکت های دیگه این قبلش گویا تأسیس کرده با همین رانت ها و اختلاس هایی که روزانه ما میشنویم از درون رژیم، رابطه های گسترده با وزرای دولت و نمایندگان مجلس رژیم، اعضای مجلس رژیم بخصوص از استان قزوین، و همچنین با تبلیغات گسترده صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی، طوری که مجریهای که تو رژیم معروف هستن بارها رفتن به برای تبلیغات در واقع توی کنفرانس و مراسم و انچزا برای این تبلیغ کردن و به این صورت این شرکت و این هولدینگ رو باد کردن، گویا که این شرکت یک اعتبار مالی گسترده پشتش هست و میتونه خیلی به قول معروف این که خواست مردم برای تأسیس در واقع رضایت خودرو که تأسیس کرده، مردم میتونن برن خودرو بخرن. خیلی ها ثبت نام کردن، داراییشو فروختن که مثلا یه خودرو جدید بخرن. این در واقع برمیگرده به سال 400، حتی 401 و قبلترش هم، که مردم دیدن که همین مالباخته ها در واقع به نتیجه نرسیدن در این که خودروی گیرشون بیاد. معلوم بود که همش باد بوده در واقع و اینطوری این دارایی های مردم رو در واقع این بالا کشید. حالا نکته ای که اینجا هست این که اینا مردم قبلش در واقع یک سری شکایت ها کردن به قضایای رژیم، یعنی اینطوری نبود که سری بیان تو خیابون بند خداها گفتن بریم قضایای رژیم تنها راهه، ولی قضایای رژیم که دادستان اونجا بود انقدر طول داد اینا هیچ هم گیرشون نیومد، که طوری که سرمایه هاشون نصف، کمتر از نصف، یک سوم شد. مثلا شما حساب کنین دلار 25 تومن الان دلار 60 تومن، بالای 60 تومنه، یعنی سرمایه اینا شد یک سوم، سرمایه اون هولدینگ شد سه برابر الان. برای همین اینا دیگه از 402 اعتراضای خیابونیشون رو شروع کردن، یعنی از خرداد اینا اومدن اعتراض کردن و این اعتراضا دیگه از تاکستان شروع کردن، بعدش هم قزوین، چندین بار توی نمایش جمعه تاکستان رفتن اعتراضاشون رو بردن تو نمایش جمعه، که بعدش هم نمایش جمعه قزوین به نتیجه نرسیدن. حتی تو دو مرداد مقابل فرمانداری یکی از این مالباخت‌های کارت به استخون رسیده خودسوزی کرد، ولی بازم به اینا حتی پولای خودشون رو بهشون پس ندادن. که اینا این اعتراضات با دستگیری‌های گسترده همراه بود که ادامه پیدا کرد و در واقع این همچنان که می‌بینیم اعتراضاشون، کما اینکه روز گذشته هم دیدیم اعتراضاشون گسترده تر شد، علی شاهد دستگیری های گسترده هم بودیم توشون، یا مثلا رفتن مقابل قوه قضاییه رژیم دفتر اژه‌ای تو تهران که اونجا به طور واقعی اینا رو به خون کشیدن، ضرب و شتم کردن، خونین و مالین کردن و هیچ پاسخی هم به اینا ندادن. چرا؟ چون پشت این هولدینگ در واقع میرسه به بیت خامنه ای، یعنی مثلا اینطوری نیست که یک چیز به قول معروف یک شرکت معمولی باشه بگی مثلا یک نفر مدیر عاملش میاد فلان میکنه بیسار میکنه، نه، به طور واقعی اینا به این صورت بود که این مالباخته ها رو به روز سیاه نشوندن. این تاریخچه‌ای بود خواستم که در رابطه با از این شرکت بگم. و خواست مردم الان به طور واقعی یکی خودروهاشون هست که بهشون ندادن و اینا حتی پولهای خودشون هم که دادن بهشون پس ندادن تا الان، کما اینکه دیروز هم شعار میدادن و خواهان اعدام همین مدیر عامل این شرکته بودند. بعد شما در صحبتاتون اشاره میکنید که رژیم به اینا پاسخی نداده، پولاشون رو نداده، ولی خب چندین باره که رژیم داره اعلام میکنه که پولهای این افراد رو پرداخت میکنه. حتی خبرگزاری حکومتی تسنیم در تاریخ اول اسفند سال گذشته از این خبر داده که طلب مال باختگان پرداخت شده، هم موقع گفته. پس چی شد که دوباره این هموطنان دست اعتراض زدن دوباره؟
بله دقیقاً درست میگین. رسانه‌های رژیم این خبر رو خیلی هم پخش کردن، کما اینکه اینها همه برای خوابوندن همین اعتراضات بود که آقا بیاین با ترفندهای مختلف انواع تهدیدها، و کما اینکه شما الان گفتین که نزدیک 77 نفر اینا تحت تعقیب قرار دادن از همین معترضین مالباخته‌ای که در واقع کارت به استخون رسیده و همه چیزشون از دست دادن. یعنی چه حکومتیه که مالباخته رو اینطوری تحت تعقیب قرار میده؟ نزدیک به 42 نفر فکر کنم 40 نفر طبق همین رسانه‌های گفته رسانه‌های رژیم براشون کیفرخواست داده همین دادستانی رژیم اونجا. یعنی الان با این وجود اینا به هیچی در واقع هیچی کف دست اینا نذاشتن، برای همین این مالباخته همونطوری که گفتم راه کار رو توی اعتراض به خیابون و کشوندن اعتراضات به خیابون دیدن، و برای همین هم دیروز که ما دیدیم که اینا به طور واقعی ریختن تو خیابون دوباره و اعتراضای راهپیمایی گسترده هم داشتن اونجا. اما نکته مهمی که در واقع اینجا هست همین اعتراضایی که رژیم نمیذاره و به طور واقعی به خاک و خون هم میکشه و دستگیر میکنه، تهدید میکنه، اینا مردم رو نترسونده. اما به نظر من این در واقع تو رژیمی که خودش باعث و بانی این چپاولگری هاست و همونطوری که گفتم به بیت خامنه‌ای وصل میشه، راه کارش توی این قبل از من خواهرمون خیلی خوب گفت که جواب تو آتش و در واقع کانون شورشی همطوری ایجاد نشده. یعنی نیاز جامعه هست به طور واقعی، الان هر روزم نیازش بیشتر احساس میشه، چون اعتراضایی که میکنن به هیچ جا این اعتراضا نمیرسه، بیشتر سرکوبشون میکنن، حقشون حق خودشون، طرف پول داده دیگه، ماشین قدیمیشو فروخته گفته یه ماشین جدید بخرم، الان اونم از دست داده، روز سیاه نشوندنش، بعدش هم الان حتی اون سرمایه خودش هم بهش پس نمیدن. پس بنابراین تا وقتی که این حاکمیت هست، تا وقتی که این در واقع همه چی توی بیت خامنه‌ای گره میخوره، راه کار فقط مشت است و آتش. یعنی آخوند رو باید مثل خودش بهش آب داد، آتش و مشت و زور. یعنی آخوند فقط زبان زور میفهمه به طور واقعی، و این الان خیلی همین مالباخته‌ها، هم مردم ایران به طور واقعی، همین که جامعه انفجاری ایران، کما اینکه این مالباخته‌ها فقط توی قزوین و تاکستان نیستن، بله. تو سبزوار هستن، همین خودرو بهشون قول خودرو دادن ندادن، توی خراسان جنوبی هستن، تو بجنورد هستن، بله. توی شهرهای مختلف میهن حضور دارن. پس بنابراین راه کار توی همین آتش هست و یک استقرار یک جمهوری دموکراتیک تو ایران که مردم سراسر ایران، نه فقط همین مالباخته های خودرویی که پولاشون رفته، بلکه بازنشسته ها هست و اعتراضات دیگه هم هست که بشه مردم به حق و حقوقشون برسن در بعد از سرنگونی این رژیم و در واقع در یک جمهوری دموکراتیک نهفته است. بله خیلی ممنون از حضورتون و تشکر از همه توضیحاتتون. خواهش میکنم، خیلی ممنون و بابت فرصتی که به من دادین.